با درود فراوان به شما عزیزان به یکی دیگر از برنامه های Our View. بله. Our View. خانم سوزی خاتمی، خانم دکتر فوجان زینی با هم هستیم در کنار شما و گفتمانی داریم راجع به مباحثی که در حقیقت در دنیا در اتفاق میفته و مخصوصا مباحثی که ربط پیدا میکنه به بانوان عزیز. بله، همینطوری که خانم دکتر زینی گفتن به خوبی اشاره داشتن، برنامه آرویو معمولا در مورد مسائل مربوط به خانم ها و امفسایزی که در مورد ایمپاورینگ خانم ها در تمام دنیا، به خصوص خانم های ایرانی که در سراسر جهان واقعا به زیبایی می درخشن در لول های مختلف، در قشرهای مختلف، در موردش صحبت میکنیم. در برنامه آرویو هر هفته هم مهمان عزیزی رو از ما بین خانم ها دعوت میکنیم که یا به استودیو لطف میکنن تشریف میارن یا روی خط سکایپ، و ما در آغاز برنامه معمولا ما میپردازیم به خبرهایی که به هر حال همه ما رو به نوعی به خودش مشغول نگه میداره. این هفته متاسفانه در این آخر هفتهی که در پشت سر گذاشتیم، در 4th of July weekend، متاسفانه خبر درگذشت آقای کیا رستمی رو شنیدیم که ایشون واقعا یکی از کارگردانای به نام ایرانی و به ویژه در جهان واقعا نام ایرانی رو همواره سرافراز نگه داشتن با فیلم هایی که به بازار و روانه کارهای صنعت سینما روانه کردن. ایشون البته در ایران زندگی میکردن، متاسفانه به علت بیماری که داشتن و در بیمارستان های ایران مثل که مقدور نشد که ازشون مراقبت های لازم رو انجام بدن، تصمیم گرفته شد که به پاریس برن و متاسفانه بعد از مدتی که در پاریس در بیمارستان بستری بودن، متاسفانه پریشب خبر فوتشون رو گرفتیم که همه رسانه ها در موردش دارن صحبت میکنن و در سوشال میدیا هم صحبت درش زیاد شده. به هر حال دو پسر از خودشون به جای گذاشتن که من افتخار آشنایی با یکی از این پسرهای عزیز ایشون رو دارم و از همینجا خودم رو واقعا در گذشت عزیز کیا رستمی خودم رو در این غم شریک میدونم و میدونم واقعا یک ملتی ناراحت هستن از خبر نا به هنگام این فوت. دقیقاً یک مقدار زیادی من یادم وقتی که فیلماشو نگاه میکردم مباحث بسیار جالب اگزیستنشالیست در حقیقت اون شخص رو میبرد توی اون فضای آرتیستیک و خیلی خیلی زیبا کارشون رو ارائه دادن و فکر میکنم اسم ماها رو به عنوان یک ایرانی در صنعت فیلم در دنیای مقدار زیادی نشون دادن در این مدتی که ایشون جزو قاضی های قضات خود کن فستیوال شده بودن و به خاطر همین لذتی که نه تنها از کار ایشون بردیم به عنوان یک ایرانی در ایران و در سایر مملکت ها، ولی نام ما رو به عنوان یک ایرانی زیبا در بقیه دنیا نشون دادن و از ایشون ممنونیم و انشالله روزی فوجان جان شاید اینم بگیم و بعد بریم به صحبت آقای دکتر بهمن مقصودلو که اشاره داشتن به بعد از فوت آقای کیا رستمی چند لحظه ای صحبت کردن، توجهتون رو به اون جلب بکنیم. جالب هست که نمیدونم مثلا ایرانی که دو سه شب قبل از این خبر فوت انجمن اسکار ایشون رو به عنوان ممبر قبول کردن، درست دو سه شب قبل از فوت کیا رستمی. برحال میریم به این چند لحظه ای که آقای دکتر مقصودلو راجع به آقای کیا رستمی صحبت کردن توجهتون رو جلب میکنیم. باز میگردیم مهمان عزیزی رو به برنامه دعوت کردیم، خانم شیدا محمدی که شاعر، بله، روزنامه‌نگار و کتاب‌های متعددی رو به بازار روانه کردن که جدیدترین کتابشون ماه پیش آماده شده که حالا در مورد این کتاب و کارهای دیگرشون باشون به گفتگو خواهیم پرداخت که ازتون دعوت میکنیم با ما در ادامه برنامه Our View همراه باشید. دستاورد ایشون عزیز من زبان جدیدی به سینما اضافه کرد. زبان لنگویج، زبان جدیدی به سینما اضافه کرد. سینما زبان‌های مختلفی داره از نظر تکنیکی و از نظر نگرش فرق میکنه با زبان. از نظر من زبانی که اضافه کرد زبانی بود که خط بین سینمای مستند و داستانی رو مخف کرد. دوربینی به کار گرفت که دیدنی نیست، نامرئی است. کاراکترایی رو به کار گرفت که حقیقی بودند و با شما رابطه عاطفی ایجاد میکردند. من هرچی بگم کم گفتم با این حالتم راجع به سینمای کیارستمی. آقای سیگاچی، من خیلی خلاصه برای شما بگم، سینما وقتی درست شد توسط برادران لومیر در فرانسه در 1895
5 فیلم مستند درست کرده بودند، چند دقیقه‌ای، 1 دقیقه‌ای، 2 دقیقه‌ای، دوربین گذاشته بودند، فیلم برداری کرده بودند، از کارگران، از باغ، باغچه، آب دادن و غیر راه رفتن آدمیان و غیره. این سینما مستند فرانسه شروع شد. ادیسون 4 ماه بعد در اپریلش وقتی فیلم‌ها رو نشون داد در فرانسه، فیلم‌های کوتاهی که ساخته شده بود، یعنی ساخته بود، فیلم‌های داستانی کوتاه بود، یعنی مثلا 1 دقیقه یک مرد می‌رفت کار می‌کرد، یک زن می‌رفت کار می‌کرد، داستانی داشت، دراما داشت. این سینما دوتایی شکل گرفتن، اومدن بالا در آمریکا، هالیوود به وجود اومد. در فرانسه هم خب اون سینمای مستند کم کم خودش به داستانی داد و سینما رشد کرد در تمام این زمینه‌ها، در این قسمت مستند و غیر مستند، تا اینکه فرانسوی‌ها نیروی جدیدی رو دادن بیرون. اون موجنوی فرانسه اومد سر کار. موجنوی فرانسه تعدادی کارگردان بودند مثل ژان لوک گودار، فرانسوا تروفو، شاپ رول، اریک رومر، الکساندر استروک و غیره. اینها همه منتقد اریک رومر، منتقدهای بسیار خوب کایدو سینما بودند که فیلم دیده بودند و اینا سعی کردن یک سینمای جدیدی بیارن، دیگه نه مستند باشه نه داستانی باشه، یک نوع جدید. این نوع جدید همین بود، یعنی نزدیک کردن سینمای مستند به سینمای داستانی. آقای تروفو فیلم اولش وقتی ساخت، فیلم 400 ضربه وقتی ببینید، زندگی خودشه در موقعی که یتیم بوده و در یتیم خانه زندگی میکرده، هم مستنده و هم داستانی، درامای به اون شکلی نداره. پس قدم اول ورداشت شابرول سعی کرد، آقای ژان لوک گودار هم با از نفس افتاده این کارو کرد، دوربین رو دست گرفت و خیابون داستان نداشت غیره. ولی اینا در ادامه کار باز ماندند. گودار چون یک فیلسوف و اسئیست بود، رفت اسئیست در سینما شد و فلسفه رو ادامه داد در سینما و مقاله نویسی رو. تروفو هم عاشق هالیوود، هاکس و تروفو و غیره بود، سینمای داستانی رو ادامه داد. شابرول هم همینطور. اینا دست برداشتن تا اینکه یک نفر از ایران اومد به نام عباس کیارستمی و این کار رو کرد. فرانسوی ها اینو تشخیص دادن در دهه 90 و این تشخیصی که دادن که این آدم داره سینمای مرز بین سینمای مستند و غیر مستند، یا فیکشن و نان فیکشن رو به هم نزدیک کرده و این خط رو داره نامرئی میکنه، این سبب شد که پشت سرش وایسن. بقیه دنیا هم کم کم متوجه شدن، انگلیس ها متوجه شدن، آلمان ها متوجه شدن و این آدم زبان جدیدی خلق کرد. عزیزم، تمام مهم بودن عباس کیارستمی این نیست که فیلم خوب ساخته. کارگردانان زیادی در تاریخ سینما، چه در ایران، در جای مختلف فیلم خوب ساختن، فیلم شاهکار ساختن، ولی در مجموع کاری که عباس کیارستمی با فیلم‌های مستندش و سینماییش کرده، این خط سعی کرده نامرئی بکنه و این زبان سینمایی جدیدی رو در سینما به وجود بیاره. این امضای کیارستمی عزیز من که از دست. ببینید، هنرمندان بزرگ دنیا معمولا همیشه آبشخورشون فرهنگ ملت خودشونه، ریچوال یا سنت‌های علاقه خودشونه، مثل درختی که اونجا پا بارور میشه، از ریشه در میاد، کم کم جوانه میده، میره بالا. از اونا میتونن، آبشخورشون اونجاست، اونجا میتونن موفق بشن. یعنی هر فیلمسازی در خارج از وطن خودش کمتر موفق بوده، کیارستمی میدونست، فهمیده بود که میتونه در اونجا موفق بشه و بسیاری هم فکر میکنن کیارستمی در اونجا موند و سازش کرد و با همه چی ساخت و دغدغه سیاسی یا اجتماعی نداشت. این غلطه. فیلمو باید برن بخونن، باید فلسفه و ادبیات بدونن و بتونن لایه‌های پیچیده بسیار زیبای فیلم‌های کیارستمی رو درک کنن که چگونه از درد بشر در ایران، از عدم آزادی در ایران، از سانسور در ایران، از همه چی صحبت میکنه بدون اینکه شعار بده و بدون اینکه کار هنرمند. تاب رمان ما به نویسندگی مهناز عطارها و دکتر فوجان زینی. ما آینه ای از زندگی من و تو. ما باز تعریفی است از خشونت،
عشق و احترام. ما نوریست به زوایای پنهان و ناگفته رابطه. ما عبور از تاریکی و تنهایی است به روشنایی و جمع. برای سفارش از وبسایت foojan.com دیدن فرمایید یا با تلفن 818-451-4-0 تماس حاصل فرمایید. سوزی و سم در کولدوال بانکر، نماینده خرید و فروش هر گونه املاک مسکونی و تجاری در جنوب کالیفرنیا. همکنون من سوزی خاتمی و سم شار به عنوان ریلتور می توانیم در خرید و فروش خانه های مسکونی و تجاری در خدمت شما باشیم. From our family to yours, let us help you sell or buy your dream home. شماره تماس 310-499-84. با سلام به شما عزیزان دوباره و با سلام به شما، مرسی از اینی که دعوت ما رو قبول کردین، تشریف آوردین. خانم شیدا محمدی نه تنها شاعر هستن و جورنالیست، بلکه در دو دانشگاه رزیدنت پویت هستین. من رزیدنت پویت رو نمیدونستم یعنی چی، گفتم اگه من ندونم قاعدتا شما هم گهگدای ممکن برخی از شما هم ندونین، چه ممکنه لطف کنین اول توضیح بدید؟ به فارسی میشه شاعر مهمان. در حقیقت این بیشتر مرکز آکادمیک آمریکا یه بخش رو دارم به عنوان رایترز هاوس، در حقیقت خانه نویسنده یا خانه شاعر، که مثلا در دانشگاه مریلند برنده جایزه نوبل فکر میکنم سال 1950 بود، که از اون پولی که به عنوان جایزه دریافت میکنن اینو میذارن برای نویسنده ها یا شاعرانی که فکر میکنن استعدادی دارن یا شرایطی رو دارن که میتونن توی دانشگاه فرصتی رو بهشون مرکز آکادمی میدن که بتونن بنویسن و تحقیق کنن یا کتاب جدید داشته باشن. سال 2010 من شاعر مهمان دانشگاه مریلند بودم به مدت یک سال و ادبیات معاصر تدریس میکردم به دانشجوهای دوره گریجویت یا فوق لیسانس، که در مورد داستانهای کوتاه فارسی یا شعر معاصر. الانم از سال 2000، یعنی سال در حقیقت دانشگاه آکادمیکیه دانشگاه یوستی آی، به عنوان شاعر مهمان هستم که کتاب تاپل کم موش رو میزنه تابوس میشوی محصل این دور است، که حالا امید داریم که شیدا جان در طول برنامه که با ما دارن صحبت میکنن یه مقداری از این کتاب و کتاب دیگری هم که همراه دارن رو برای مخاطبش بخونن. شیدا جان خیلی سریع از روش رد شدیم، من یه مقداری کنجکاو هستم بدونم که چطوری شما اصلا علاقه مند شدین، یا دانشگاه چطور راجع به شما دونست که تونستن از شما دعوت کنن که شما به عنوان شاعر مهمان به دانشگاه مریلند اول و بعد به یو سی ایرواین تشریف بیارید؟ سال اول رو میگین دانشگاه مریلند رو میگین. سال 2010 دکتر کریمی حکا که شعر عکس فوری اشبازی منو از کتاب عکس فوری اشبازی ترجمه کرده بودن، و بعد اون موقع من از سال 2000 به عنوان روزنامه‌نگار و وبلاگ نویس 100 نفر اولی که توی ایران شروع کردیم به وبلاگ نویسی، و خب اون موقع خیلی فعال بودم به خصوص در زمینه سانسور یا خودسانسوری می‌نوشتم، که دکتر کریمی حکا اکتبر سال 2009 من یک بار دعوت کردم برای سخنرانی برای دانشجوهاشون، که اونجا برای اولین بار بود من ایشون رو ملاقات کردم و ترجمه شعرها رو به من نشون دادن، و بعد از اون که من برگشتم کالیفرنیا محبت کردن و از من دعوت کردن که به عنوان شاعر مهمان برم. البته در حقیقت این روشن سنتر با این خانه نویسنده در دانشگاه که الان اسم اون نویسنده رو هوین جیمز مطمئن نیستن، نمیخوام اشتباه بگم، همکاری داشتن، برای همین در حقیقت دانشگاه و مرکز
روشن سنتر که اون موقع دایرکترش دکتر حکاک بودن، از من دعوت کردن، ولی من با خانم دکتر نهال اکبری به مدت یک سال همکاری داشتم برای کلاسایی که داشتم برای دانشجوهای دوره فوق لیسانس که تدریس میکردم و تحقیق. ولی گفتم ذوق کردم تا این رو باز کردم. اولین قسمت نوشته آرزوهای من را آورده ایم هر کدام سر میزی به شرط چاقو. قد ذوق زده شدم، راست میگن، واقعا راست میگن. و این ذوقی که برای یک شخصی به وجود میاره، برای من حداقل وقتی که میخونم کار شما رو، یکی از مواردی که خیلی برای من جالب بود خود تیتراست. یعنی تیترا رو که میخوی یک حالت میستریسی داره که جلب میکنه و فوری میخوای بری بگی یعنی چی؟ چی بود توی این؟ و وقتی که وارد میشی اون حالتی که تز خودتونم هست که مینیمالیسته، خیلی جالبه که در دو کلمه یا یک جمله انقدر گویای واقعیتی که همه ماها تجربه میکنیم، ولی هر کدوم، شاید من حداقل اگه قرار بشه اینو توضیح بدم باید یک کتاب بنویسم که تازه توضیح بدم، در حالی که شما انقدر آرتیستیکلی این رو در کنار هم میگذارید و این فضا گویا میشه که هنرش معلوم میشه. من فکر میکنم خیلی از ماها وقتی که شعر رو ممکنه بخونیم یا نویسنده کار یک اثر یک نویسنده رو داریم میخونیم، اونقدر به مسئله آرتیستیکش شاید توجه نداریم، چون فقط به دلمون میشینه، میاد مال ما میشه. و این فضای آرتیستیکی که شما به وجود آوردید بسیار زیباست. مرسی، لطف دارید. چی شد که اصلا شما علاقه مند شدید به این کار بسیار زیبای نویسندگی و شعر؟ من باور شخصی اینه که فکر میکنم که توی هر زمینه ای از هنر، به خصوص هر هنری که مربوط میشه به کلمه، یعنی ابزار شاعر یا نویسنده کلمه است، من اعتقاد ندارم مثل یه موجیه که توی این 10 سال گذشته خیلی متداول شده در ایران به عنوان کارگاه داستان نویسی، کارگاه شعر، من هیچ وقت بهش اعتقادی نداشتم و خودم هم هرگز نه به پیروی یا کلاس رفتن اعتقادی داشتم، نه اعتقاد دارم که کسی میتونه دنبال روی حالا یه آدمی مثل شاعر مثل من باشه. من فکر میکنم این یک استعداد ذاتیه که باید با شما باشه. یعنی حالا چه کسی که از لحاظ فرض کنی خلاقیتش در تصویره، یا کسی خلاقیتش تو زبانه، تو کلمه است، یا تصویر سازی، این چیزیه که باید توی شما باشه، بعدم میتونین بهش دنبال اون افسانه شخصیتون بریم. برای من نوشتن یا کلمه همیشه یه جادوی عجیبی داشت، همونجور که خانم دکتر گفتن که حتی عنوان کتاب ها یک جور رازناکه. برای من همیشه پشت هر کلمه، پشت هر تصویری که میخوندم از بچگی یه دنیای جادویی بود، یک افسانه‌ای بود که همیشه دلم خواست کشفش کنم. فکر میکنم از کودکی بود و از کودکی قبل از خوندن نوشتن با خودم و با عرسکام حرف میزدم، با درخت و با بارون. بعدم که تونستم بنویسم خب تبدیل شد به داستان و شعر. ولی مشوقم داشته، یعنی میخوام ببینم که آیا کمک پدر، مادر، والدین، محیط، مدرسه، معلم، کسی هم مشوقتون بود، یا همینطور که فرمودین این یه چیز واقعا توی وجودتون بود، یه استعداد ذاتی بود، خودتون رفتید دنبالش، لزوماً هم کسی دیگری رو یعنی نمیخواستین که بخواد شما رو تشویق بکنه، یا چطور بود؟ خب میتونم بگم متاسفانه من تو دوره جمهوری اسلامی رفتم مدرسه، یعنی سال اول دبستان و اینا، و خب با هر سالی که هر کلاسی که من میرفتم بالاتر هم قوانین عوض میشد، هم کتاب رو تغییر میکرد، هم سیستم آموزشیم هر بار اسلامیزه‌تر و محدودتر میشد، و تنها چیزی که غایب بود زنگ‌های هنر و زنگ انشا بود. یعنی تنها چیزی که اهمیتی نداشت تو مدرسه زنگ نقاشی بود، زنگ انشا بود. و یادمه که حتی اگه هفته ای یک ساعت یا 2 ساعت بود در مثل ورزش، در هفته
اینو اختصاص میدادن حتی گاهی به ریاضی یا علوم یا یه معلم پرورشی میوردن، یعنی تنها چیزی بودش که اصلا اهمیتی نداشت. موضوعاتی هم که میدادن به همین ترتیب. به اضافه که من حتی در زمینه نقاشی میتونم بگم که مدرسه بسیار برای من سرکوبگر بود، یعنی من وقتی سیاه قلمو میبردم یادم معلمم به من گفتش که اینا کسی برات کشیده یا من مجبور میکرد توی کلاس دوباره بکشم که جلوی بچه ها ثابت کنم تقلب نیست. میخوام بگم سیستم آموزشی حداقل تو اون سالهایی که من رشد میکردم و مدرسه میرفتم نه تنها مشوق نبود بلکه بازدارنده بود. و بعدم بیشتر خانواده ایرانی، امیدوارم که الان تغییر کرده باشه، البته فکر میکنم تغییر کردن آره، من فکر میکنم همه دلشون میخواستش که بچه هاشون دکتر و مهندس و وکیل و اینا باشن. هنوز هم درصد بالایی هست ولی تغییراتی هم شده. درست میگم خانم دکتر زینی؟ شما اینو متوجه حتما میشین توی پیشنتاتون، کلاینتاتون. پدر و مادر میخوان موفق بشن بچه هاشون، ولی معمولا راه و روشی رو که اون نوع رشته ها داره فکر میکنن که گارانتی پشتش از زمانتی هست. ولی زمانی که داره بلکه وقتی از اقتصادی شاعر نویسنده یا هنرمند اینه که واقعا هیچ ضمانت اقتصادی داشته باشه. ولی موفقیت الزاماً وقتی یک نفر حالا دکتر وکیل میشه الزاماً موفقیت توش نیست. فقط اسمشو داره. ولی این مبحثی میفهمیم وقتی که یک پدر و مادری میبینه که فرزندش از جایگاه آرت شاعر نویسنده به جایگاهی رسیده که اسمش برای خودش و بقیه افتخارآمیزه و بعد داره هدیه ای رو در حقیقت به کل جامعه میده، نه فقط به یک شخصی داره میده، برمیگرده نظرشون. من مطمئنم برمیگرده. درسته. یه سری از هنرمندان ارزنده ما واقعا همه من باشون که در گذشته گفتگو و مصاحبه داشتم اتفاقا همه به همین برمیگردن که اول با مشکلات خانواده بیشترشون، حالا میگم همه، شروع کردن و دنبال رفتن، مثل شما که استعدادی رو در خودشون میدیدن و دنبال رفتن و بعد که به جایگاهی رسیدن که معروف شدن، حالا چه از جهت فاینانشال چه ادوایس، به هر حال موفق شدن، بعد پدر و مادری که قبلا مخالفت میکردن اونا هم موافق شدن و good ending و happy ending شده. بنابراین من مادرم همیشه یادم، حالا من به عروسک و اینا خیلی علاقه داشتم، همیشه با این عروسک یه جور همزاد پندری میکردم و یک جوری دائم باهاشون در حال گفتگو و بازی بودم و کرکتر، یعنی اون تخیل از هم کودکیتون بارور شده. و ماما یادم همیشه برای من کتاب و مداد رنگی یا ماژیک میگره. ولی خب در عین حالم چون شاید هم فرزند اول بودم همیشه دلش میخواستش که من توی درس ها موفق باشم. یعنی فکر میکنم یه بخش از اون فرهنگ ایرانی بود که هنر رو همیشه یه بخش از هابی میدونه. بله. حتی اینجا کار واقعی چیه؟ دقیقا میخوام بگم یعنی حتی تو آمریکا مثلا به من میگن یعنی چی؟ یعنی حتی شما تو دانشگاه چی کار میکنی؟ یعنی پس کارت چیه؟ این که هابیه. یعنی حتی میخوام بگم اینجا من همیشه مورد سوال قرار گرفتم و همیشه من میپرسن که خب یعنی شاعر یعنی چی؟ خب کارت چیه؟ زندگی تو چجور میگذرد؟ میخوام بگم هنوز خیلی جامعه بهتر از 20 سال گذشته. بله خب بهتر از 10 سال گذشته. یواش یواش جا میفته همه چیز. امیدوارم. مثلا خلاقیتی که دارین میگین خیلی مهمه و چیزی رو که شما دارین مطرح میکنین میگین که کلا در بطن وجودم از موقعی که به دنیا اومدم این خلاقیت بوده و حالا بعد این خلاقیت در فضای کلام در حقیقت خودشو نشون داده، جوری که کلام رو باهاش بازی میکردین و یا ابعاد مختلف کلام رو میدیدید اون آرتیستیک مسئله رو به وجود آورده. و بعد یکی از کلمه هایی که برای شما خیلی مطرح شده وطنه توی سیر شعرها و اشعار مدرنی که در حقیقت دوجمه، ممکن راجع به اون صحبت کنین که چی دیدید؟ من از پاییز 82 که تهران رو ترک کردم دیگه هرگز بر نگشتم. بنابراین توی سه تا کتاب شعرام، عکس فرش بازی، یواشهای قرمز و حتی همین تاپرکم موجه میزنه تابوس میشوی، یک خط پنهان آشکاری از یک دلتنگی عمیق هست. یک دلتنگی که به خصوص تو کتاب یواشهای قرمز بسیار تو این چهل تا شعر مشهود بود. من وقتی این فرصت رو پیدا کردم که مهمان جردن سنتر در دانشگاه یوسی ایروان باشم و فرصت خوبی که دکتر تورج دریایی برای من مهیا کردم برای
اینکه بتونم کارهای در حقیقت همین کتابو جمع‌آوری کنم و بنویسم، متوجه شدم که برای من خانم دکتر اینطوریه که وقتی کتاب منتشر میشه و وقتی من از حالت تعلیق و تعلق در میام، تازه به عنوان یک موجود خارج از من هویت پیدا میکنه. بنابراین من میتونم بهش به عنوان حتی یک مخاطب دور نگاه کنم. تا وقتی این کتاب دنیا نیامده بود برای من خیلی شخصی بود، هیچ شاید این نگاه رو داشتم، ولی بیشتر برای من یه دلتنگی شخصی بود. ولی وقتی شروع کردم دانشگاه مختلف من دعوت کردم برای شعرخوانی و وقتی من میخوندم باستابی که از مردم میگفتم بیشتر سعی بود که وای چقدر عاشقانه است، چقدر ولی غمگینه، چقدر دلتنگه. بعد من دیدم که این خیلی فراتر و پنهانتر از حتی کتاب عکس فروش بازیه و نمیتونه فقط یک ترامای شخصی باشه، نمیتونه فقط یک ترامای شکست عشقی باشه. برای همین اول یک دغدغه شخصی بود شروع این فکر که من واقعا پیدا کنم که این رشته نخره که تو این مهره‌های تسبیح چیه، این دلتنگی عمیق. و احساس کردم که شاید تو عکس فروش بازی شعرهایی که برای تهرانه، برای وطن، خیلی به مراتب مشهودتره، روشنتره، مثل شعر نوستالژی یا وطن دوچرخه‌ای روی جک. ولی توی این نه، انقدر نیست. ولی اگر بخونیم مثلا تو هوای باران و فرشته، توی در این هوای تنبوری، جا به جای این چلتا شعر. و بعد من اول سوالی که برای من پیش اومد این که حالا به عنوان یه شاعر مهاجر، یه شاعری که با همه این شرایط سخت اقتصادی، اجتماعی، سیاسی دست و پنجه نرم کرده، غم غربت رو داشته، دنبال یه هویت تازه بوده توی یه کشوری مثل آمریکا با این سرمایه داری عظیم که خیلی جایی واسه هنر و شعر و اونم زبان فارسی نداره، واقعا این وطن کجاست؟ آیا واقعا همون تهرانیه که من 13 سال پیش به یاد میارم؟ آیا این کالیفرنیا حالا به عنوان یک مرکزی که من درش زندگی میکنم هست؟ یا استانبول و پراگ که من بسیار دوست میداشتم و احساس میکردم که انگار سالیان پیش اونجا زیستم، انگار با مردمان اونجا نشست و برخاست داشتم، انگار تو استانبول قبلا عاشق شدم، انگار توی اون بارونه رقصیدم. خیلی برام سوال بود که این وطن الان واقعا برای من کجاست؟ این دلتنگی برای کجاست؟ حتی اگه برای تهرانه، حالا چون من زاده تهرانم، این کدوم تهرانه؟ تهرانی که من به یاد میارم، تهرانیه که دوستش داشتم به خاطر دوستام، به خاطر اولین عاشقی، اولین کتکی که خوردم، اولین شکستی که داشتم، به خاطر روزای دانشگاه، به خاطر اون جنبش دانشجویی، به خاطر امیدایی که داشتم برای تغییرات. نمیدونم، همه اینها بود و هیچ کدوم اینها نبود. بعد فکر کردم که خب تو شاعرای نسل خودم چی؟ واقعا به خصوص بعدا وقتی شروع کردم کار کردن دیدم خیلی عجیب بود که برای خود من به شخص شاعرای داخل ایران به مراتب شعراشون تاریک‌تر، دلتنگ‌تر و غمگین‌تر از شاعرانی بود مثل من که خارج از ایران سالها زندگی کردن و به وطن یک نگاه بیرون داشتن. به خصوص برای جنبش صف شعرها به مراتب داخل ایران حتی میتونم بگم که شجاعانه تر از عجت زبان، بسیار انتقادهای سیاسی اجتماعیشون صریح تر و وطنی که اونا ترسیم میکردن قربت عجیب تری داشت نسبت به شاعرانی که من تحقیق میکردم در دوره، یعنی شاعر به عنوان شاعران مهاجر شناخته میشن. اینه که این باعث شد به یک تحقیق گسترده که حالا خوشبختانه یا متاسفانه تا به حال کسی در زمینه کاری نکرده بود، من تنها مقاله‌ای که پیدا کردم یک مقاله‌ای بود از دکتر شفیع کتکنی تو مجله بخارا، شمارش رو یادم رفته، ایشون تحقیقشون بیشتر تو دوره شعر کلاسیکه که فکر میکنم بعد از حافظم متوقف شده. من فوکس تمرکزم روی شعر معاصر بود، ولی خب بقیه من اعتقادم که شعر در شعر، نمیشه شعر معاصر از شعر کلاسیک جدا کرد. و من فکر میکنم بقیه متاسفانه تاریخی که سرزمین ما داشته پر از حمله و
پر از تهاجم و پر از تغییرات و پر از وقایع مختلف سیاسی اجتماعی همواره این بوده، یعنی هیچ فرقی نمیکنه چه دوره که ما مورد حمله مغول ها قرار گرفتیم، دوره که ترک ها اومدن، دوره که عرب ها اومدن، و حتی مثلا خب تمرکز من رو شعر وطن توی دوره جمهوری اسلامی نصر که حالا خود من بودم هیچ فرقی نمی کرد، یعنی به همون تاریکی. حالا درسته اون رگه های امید همیشه برای تغییر به خود دوره مشروطیت زیاد بوده یا همون اوایل جنبش سبز، ولی خب برقا فکر میکنم که این وطن برای همه ما، چه اونهایی که داخل ایران میزیستیم چه برون این مرزهای جغرافیایی، به یک اندازه دلتنگ و غریب بوده. یکی از مواردی که داشتین صحبت میکردین سؤال برای من مطرح شد، بیشتر این حالت رو داشت که وقتی راجع به شعر کلاسیک داشتین صحبت میکردین و شعر کلاسیک خیلی موقع ها در یک بند و قافیه های به خصوص بود که باید میبود و بعد خب به نظرم میاد که یک حالتی بودش که یک زمانی همه ما ها باید قاعدتا در مسائل فرهنگی در یک بند و ضوابط به خصوصی زندگی میکردیم تا میتونستیم شناخته بشیم و یا دریافت بشیم از طرف جامعه، و بعد یک جوری مسائل تغییر پیدا کرد به اینه که من خود مهمه، و در نتیجه شعر اشعار رفت به جایی که من از وجود خودم هر چی که دلم میخواد بگم، حتی اگر که جامعه اون رو قبول نداره. خب بندهای قافیه ها رو هم باز کرد فروغ برقص، هر چی دلش خواست گفت، و جامعه هم ممکن بود اولش بگفت و پذیرفتش و شنید که خب تجربه ما هاست و اگر اون تجربه ما ها داره خودش رو نشون میده پس اجازه بدن نشون بده. تصور فقط این واسه همین یک سواله و تصوره. در یک جایگاهی به نظرم داره میاد که مثل اینکه این فضای اشعار بعد رفته توی اینی که خب مسائل عینی رو مطرح کنه. حالا که مسائل عینی رو مطرح کرده، خب دیگه سالیان سال گذشته و چیزی که درون هست مطرح شده، یعنی درون انسان ها مطرح شده، و بعد در هر شرایطی انگار میشه واقعیتی رو که میخوایم رو به دست بیاریم، نگاه بکنیم، بازش بکنیم، تفسیرش بکنیم و همه چیزو. و بعد یک جایی میبینم دوباره برداره بر میگرده به اون حالت اسرارآمیزش که چیزی که عینی جلومون بذارن دیگه کافی نیست و حالا تازه باید بریم جزء مسائلی رو که ممکنه اتفاقهای دیگه ای هم توش باشه، ابعاد دیگه ای داشته باشه. یعنی حتی توی فیلم هم که نگاه میکردیم یک جایی یه چیزای فیک بود، بعد واقعی ریالیتی شو ها مهم شد، بعد حالا رفتیم ورای قدرت هایی که انسان ها ندارن ولی چی میشد اگه داشته باشن، و میبینم یه حالت اسرارآمیزی به وجود اومده. بعد کلماتی که شما با این زیبایی در کنار هم گذاشتین دوباره میبره منو توی اون فضا که انگار از عینی بودن حالا یک بود عینی نیست، حالا بذاریم ابعاد مختلف اسرارآمیزش رو نگاه کنیم. این چیزی بود که من تصور کردم، حالا میخوام ببینم واقعیتش درون شما چی. خب به قولی میگن عشق خطرناکترین استعاره است، و برای من حقیقتش من به هیچ چیزی ماورای این زندگی که الان دارم میکنم اعتقادی ندارم. حالا سخت پیش رو بگم نباشه این رو بگم، ولی بیشتر تجربه شخصیه، یعنی باور شخصی منه به اون چیزی که در حقیقت خیام به زیبایی بیان میکنه، حالا یه جور اپیکوریستا در اون لحظه زیستن و یا غنیمت شمردن و، ولی این خود غنیمت شمردن زندگی با خودش یک جور حسرت و تأسف میاره. برای من اینطوریه حداقل، اینکه به همون قد که همین لحظه که با شما و خانم خاتم نشستم به همون اندازه واقفم که این لحظه داره میگذره، و این فناپذیر بودن همه ما و این مومنت ها خیلی برام عینیت داره. این اون بخش عینی زندگیه، و خب مثل خیلی از یعنی تو آثار تاریخ بشر بوده که همواره آرزو داشته جاودانه باشه. حالا هر کسی برای یافتن این آب حیات
در جستجوی چیزی بوده. برای من راستش همیشه تا حداقل تا 40 سالگی عشق بود و فکر میکردم تنها چیزی که من و این هستی رو از این جنگ، فقر، خشونت، تبعیض، حتی تبعیض زبانی نجات میده عشقه. یعنی فقط عشقه که میتونه منو به روح شما، به روح هستی نزدیکتر کنه، بدونه که من فکر کنم که چه تفاوتهایی بین من و شماست. این بودش که شاید همه زندگیمو من یک جوری وقف یافتن و عشق کردم. و جالبه این که کمتر زندگی شخصی من، یعنی نه که بگم اون عشقو نداشتم یا عشق سوی من نیامده یا عاشقی های جنون‌آور نداشتم، ولی حتی منی که در آرزو یا حسرت داشتن پایداری اون عشق بودم، هیچ رابطه مانایی نبوده، نیست. و همون اون دردناکیه که به من میده. و برای و این که همه زندگیم در جستجوی ورای این بودم، ورای خود حتی این استعاره خطرناک. این که من هیچ چیزی رو همون لایه سطحش نمیبینم، هیچ آدمی رو، هیچ رابطه ای رو، هیچ زندگی رو. برای همین بهتونم گفتم اولش از بچگی برام خیلی جالبه. مثلا اول کتابایی که یادم مثلا مادرم گرفته بود بدون که بدونم که مثلا بالزاک یا دفن دوموریه و ویکتور هوگو مثلا اول کتابایی بودن که من خوندم. و من اون مردی که میخنده، تأثیری که روم گذاشت هنوزم تکان دهنده است. هنوز من میخواستم ببینم که وقتی اون روم دماغه کشتی وایستاد و اونطوری توی از صورتش عشق میاد، در که رو صورت یک لبخندی رو دوخته بود، انگار همیشه این با همه ماها هست اون نگاه، پشت اون چی بود؟ در این عشقی رو که انقدر میخواست و میدونست دست نیافتنیه، برای چی بود؟ میدونین همه زندگی برای من همون رازی رو داره که حالا هنوز تو شعر حافظ برای من هست، هنوز مولانا برای من این رازناکی رو داره، هنوز خیام داره، یا نمیدونم همه ادبیات، شاهکارهای ادبی، مهم نیست به چه زبانی، یا سینما یا نقاشی، من پشت اونها دنبال اون گمشده‌ای هم که فکر میکنم در حقیقت خودم دارم. و شاید برای همینه که شعرهای من خیلی شخصیه، زبانشون خیلی شخصیه، خیلی درد شخصیه، ولی در عین حال هر کسی میخونه احساس میکنه اون مال خودشه، توش سهیمه. دقیقاً تو اتفاقی که قشنگی کار شما همینه. و من فکر میکنم واقعا دلیلی که اینقدر کاراتون به دل آدمای معمولی، حالا همه که شاعر نیستن، همه که لزوما ادبیاتشون خوب نیست، من خودم یکی از اون فکر میکنم ایرانیایی هستم که خیلی کمتر شده شعری بخونم، حتی چون به خودم اصلا اجازه نمیدم، چون فکر میکنم خیلی آدم باید بلد باشه که بخواد شعر یه نفر رو بخونه و خوب ادا کنه، چون اگه این کار نکنه فکر میکنم جاستیس نکرده برای اون شاعر. و ما میدونین ایرونی ها همه خیلی دوست داریم شعر بخونیم، حالا چه بلد باشیم درست ادا بخونیم چه نباشیم، این جزء کالچر فرهنگ ما هست که خیلی هم جالبه. ولی من به خودم معمولا اجازه نمیدم مگر اینکه دیگه یه شعر رو انقدر خونده باشم، انقدر بدونم که مورد، یعنی درست ادا دارم میکنم، اونم ممکنه یه سطرش رو این کارو بکنم. ولی اینقدر کارهای شما به دل من نشست. اتفاقا با خانم دکتر زینی داشتم دیروز صحبت میکردم، گفتم اینقدر کاراشون قشنگه و به دل من نشسته که خودم سورپرایز شده بودم از خودم، چون من خیلی معمولا اهلش نیستم و متوجه برای اینکه نمیشم، نه اینکه اهلش نباشم. و واقعا کاراتون خیلی قشنگه و میخواستم بهتون تبریک بگم. قبل از اینم که وقت برنامه‌مون تموم بشه، دوست داشتم به زبان خودتون که به این قشنگی این اشعار رو گفتین، ما این اپورتونتی و فرصت رو داشته باشیم که خودتون هم اگه فرصتی باشه برامون یه قسمتی رو هر کدومون که صلاح میدونین با اجازه خانم دکتر زینی بخونم. منظورشون که من اینه بدم بهشون، چون کتابه رو چسبیدن دل نمی کنم. تا پلکم موجه میزنه طاووس میشوی رو خیلی جالب بودش که من وقتی این رو خوندم و نگاه کردم به همین الان شما صحبتی که کردین که راجع به عشق، اولین فکری که به نظرم رسید اتفاقا عشاق بودن، که فرقی نمی کنه که طرف مقابل ما کیست، من زمانی که عاشقم و انتخاب میکنم که عاشق باشم، دقیقا هر وقت پلک میزنم و چشم رو باز میکنم طرف رو کابوس زیبا میبینم. دقیقا
و بعد یه روزی ممکنه که دیگه تابوس نبینم و اون روز میگم دیگه نمیخوام باشم، ولی تا اون روز ممکنه اون شخص اصلا تغییر پیدا نکرده، این شخص همون شخصه، فقط تا اون روز من وقتی که پلک میزدم این شخص رو تابوس میدیدم. خاصیت عشق اینه که خانم دکتر بعد یه مدت معشوق و عاشق یکی میشن، در حقیقت یه جذابیت ارشاد یا اینکه من حالا حداقل آرزوی شخصیم که همیشه عاشق باشم اینه که شما در نگاه عاشقتون که حالا بعدا خودشم اگه عاشقش بشین معشوقتون میشه، شمایی که خودتون رو طور دیگه ای میبینین، یعنی زیبایی شما در اون مکرر میشه، همین که هر بار دوستت دارم و میشنین یا امروز چقدر زیبا شدین یا این که منتظر یک تلفن میمونین، همه این زیباییه که به نظرم به زندگی یک معنی میده از خارج از اون روزمرگی های دردناکی که ما داریم. دقیقا. و البته من بسیار خوشحالم و خوشبخت که مخاطب ارزنده مثل شما و خواهش میکنم، چقدر استفاده میکنیم که در کنارتون هستیم. همونجور که خانم دکتر زینی گفتن اینها شعرهای خیلی کوتاهه، بیشتر مینیماله، حالا من بلندترینش رو انتخاب کردم که در ضمن بگم که این کتاب شامل 50 تا شعره و 50 تا عکس که دانشگاه یوسی ایروان به همکاری اچ‌اند‌اس منتشر کرده. 15 تا از این عکس ها متعلق به من، باقی مال کوروش بیگپور. دیزاین این کتاب هم کار گرافیست خوبمون کوروش بیگپور. بسیار زیبا. بله، ترویج کردن. جان، کفش ها جفت می شوند میان این همه رنگ، مهمان ها می آیند سرخ، زرد، آبی، دست هر کدام گلی، سرخ، زرد، آبی، جای تو خالی است میان این همه رنگ. و یک کلیپی هستش که مال استانبوله، با اونی که انقدر شما تعریف کردین از اون عشقتون به استانبول، و این دفعه دقیق کردم دقیقا وقتی که من داشتم که این مثل اینکه گفتن نه ما این کلیپ خودتون باید ببینید، مثل اینکه ببینید، مثل اینکه ما نتونستیم این رو ریپرودوسش بکنیم اینجا براتون، ولی توی amazon.com وقتی که شیدا محمدی رو میزنین اون کلیپ میاد. درسته. شعر به استانبول نگاه میکنم با گوش های مست از کتاب یواش های قرمز، اینم اون کتابی که شهر محبوب من. این کتاب ها رو از کجا شیدا جون دوستان میتونن تهیه کنن؟ رو وبسایت شما برن در یا آمازون؟ در آترز پیج آمازون یک صفحه داره برای هر نویسنده که اگه من اسم منم گوگل کنه شیدا محمدی میتونن پیدا کنن، ولی هم تاپلکم موجه میزند هم عکس فوری اشبازی، هر دو در آمازون هست. یواش های قرمز در آمازون اروپا و نشر ناکجا. فال باز کرده. اینو میخوام بخونم. چشم. آن نبذاریم واقعا فال باز کنم. باز کنیم. اوکی. یه نیتم باید. نیتم کرد. نیت آر بی یو. شما نمیگم نیت. نیت آر بی یوی بعدم به من میگه. چه جالب. خانم دکتر باز کنم. عقربه های عرق کرده جدا میشود. چمدان ها دهان لق معطل در بوی مانده این اتاق، چک چک سیفون و نفس کبود هوا زیر زمختی پوست پرده، در جاده‌ای که دیگر از تن نخل‌ها نمی‌گذشت، شهر دست نخورده و مغموم پستان ماه را می‌مکید و صداها و خوابها و خورخور قهوه بی طعم گوشه تخت مانده بود در عکسان سالها که نگرفته بودیم. شهر با پیراهن سفید کوتاه و قهوه خانه های نیمه تاریک سرخ با تشویش گیج نورهای زرد و بنفش خواب مرا می دید که در بزنگاه امروز بی نقشه دستان تو و عطر پیراهنت خیره شدم به لبهای شهوتناک این قبرستان که در اولین پیچ
انتظار تنم را می کشید با فواره های تاریکی از چشمهایش. عقربه های عرق کرده که روی هم می افتند، شهر آهسته در چروک کاشی هایش پیر می شود و خانه های قدیمی با پشت بام های سفالی و خسته زیر پرک های من به خواب می روند. شهر هم ما هنوز خواب می بیند در فاصله دود و خمار و صدایت مثل همه سالهای مهتابی در پیچ همین کوچه غافلگیرم می کند. برکه می گردم در دهان تاریک چنار، تکه زردی از دامنم پیدا. عزیزم ممنونم از شما. یک سوال آخر دارم جانم و یک سوال آخرم بازم پیدا میکنه به برنامه ما، چون برنامه ما در حقیقت با هم تصمیم گرفتیم که حتما زن بودن هم سلبریت بشه و نه اینکه تفاوتی داره، ولی تفاوتی داره و از اون دیدگاه تفاوت هم نگاهی به مسائل بکنیم. در نتیجه به عنوان یک زنه شاعر نویسنده، تجربتون آیا فکر میکنی متفاوته اگر مرد بودید یا اگر در جایگاهی که هستید تفاوت داره؟ و اینی که به عنوان یک، اگر قرار بود به زنان دنیا پیامی بدید به عنوان یک زن شاعر چی بود؟ خب دو تا سال شد دوره که من زندگی میکردم و شرایط و دقیقا اون دردی رو که خودم باش دست و پنجه نرم می‌کردم در تهران به عنوان یک زن، باعث شد که من به مسئله زنان بسیار حساس و دقیق باشم. اینه که در دوره روزنامه‌نگاریم هم فعالیتم تو حوزه زنان بود و من اصلا دبیر صفحه زنان بودم و بیشترم تو مورد اون سالها فعالیتم گشته بودم در مورد زنان تنفروش و زنان کار و دختران کار در حقیقت. خب شعرهای منم به خصوص از عکس به خصوص در کتاب عکس فروش بازی تنانه نویسی درش خیلی مشهوده، یا اون چیزی که به قولی زبان اروتیک. ولی من همواره فکر میکنم همونطور که سیمون دووار میگفتش که وقتی من در انتخاب جنسیتم هیچ قدرتی نداشتم، بنابراین زن بودن یا مرد بودن نه برتری داره نه فروتری. مهم اینه که بپذیری به عنوان یک زن خودتو. یعنی برای من سخت‌ترین چیز این بودش که دختری که در جمهوری اسلامی بزرگ شده زیر بار اون سنت و فشار و عرف و مذهب، من خیلی دیر با تن خودم آشتی کردم و خیلی دیر تن خودم رو کشف کردم. بنابراین شاید و به عنوان یک شاعر میتونم بگم که برای من شعر از اون نادانسته ها و حسرت هایی میومد که اتفاقا نداشتم. درسته بازخوردش بیرون و قضاوتی که از بیرون از من میشد، به خصوص سر شعر عکس فروش بازی، چون سطر اولشان با همین شروع میشه، همیشه زد باستان بزرگ من شروع شد و هیچ فرقی اینها بین شاعر و راوی شعر قائل نبودن. برای من تون دوره فکر میکنم به عنوان یک شاعر زن ایرانی که مهاجرت کرده بود با آمریکا و در هجوم این همه تن و در معرض تن قرار گرفتم و بعد درست در نقطه مقابل آن چیزی که در کشور من زن می دیدن، اینجا هم اون سکسیس بودن بود که منو سرخورد و رنجور می کرد و پیدا کردن خودم به عنوان یک زن شاعر میانه این هر دو اکستریم، هر دو اکستریم فارسی یادم رفت، میانه این دو و به یک تعادل رسیدن و خودم رو پیدا کردن و در نتیجه تمام اون جستجو و کشف و شهود زبان شعر من شده تو این سه تا کتاب. متاسفم به جهت زندگی شخصیم فکر میکنم اگر که زودتر به این کشف رسیده بودم، زودتر از اون شرم رها شده بودم، به مراتب زندگی شخصی راحت‌تر، آزادتر و آزاده‌تری داشتم، یا خیلی حداقل از
لذت‌های زندگی خودم محروم نمی‌کردم. اون چیزیه که من حسرتش رو می‌خوام و فکر می‌کنم خیلی از زن‌های همدوره من و هم نسل من، چون اونهایی که هنرمند نبودن، چون اونهایی که شانس تحصیل نداشتن، چون زن‌های خانه‌دار یا زن‌های مهجوری که تو شهرستان‌ها دهکده بودن، مطمئنم باش دست و پنجه نرم کردن. اولین دردی که کشیدن و اولین شرمی که از خونریزی ماهانشون داشتن یا اون شرمی که از سینه های نورستشون تو دوره بلوغ تا به عنوان آزارهای جنسی که ما تو خیابون، حالا به عنوان آزار زبانی، حالا به عنوان مطلق یا جنسی داشتیم. و وقتی هم اومدم اینجا یه پرتاب شدگی، خب قاعدتا خیلی سخت بود که من بتونم هویت خودم به عنوان یک شاعر و روزنامه‌نگار زن ایرانی که حالا تو دوره خودش به یه شهرت و موفقیت رسیده، حالا اومده اینجا هیچ کس نیست توی کشور که نه زبانش رو میدونه، نه راهش و نه فرهنگش رو. این دست و پنجه نرم کردن در حقیقت مسیری بود که من توش خودم پیدا کردم و میتونم بگم که همون کلیدی که ویرجینیا وولف در اتاقی برای نویسنده به شاعران نویسندگان هم نسل خودش و بعد از خودش هدیه کرد، به عنوان این که اگر میخواین که زن موفق باشه، حالا اون میگه نویسنده موفق، باید یه اتاقی برای خودتون داشته باشین و یک استقلال. من فکر میکنم رسیدن، یعنی باور رسیدن به این باور، بعضی وقتا هستش که ما ادای اون باور رو در میاریم، ولی قلباً رسیدن به این استقلال ذهنی، شخصی، شخصیتی تو زندگی فکر میکنم سخت‌ترین راهیه که هر زنی باید برای خودش طی کنه، در عین نیازی که داره برای داشتن یک عاشق، در برای داشتن یک همراه. من فکر میکنم که برای خود من کشف این خود مستقلم سخت‌ترین بود و اینکه بخوام همواره حتی در یک سرزمینی مثل آمریکا هنوز اون شاعر زن باشم، هنوز بتونم به زبان فارسی بنویسم. شاید یک دوره بهش به عنوان یک دستاورد یا اچیومنت نگاه نمی‌کردم، ولی الان از این سن و از این زاویه که نگاه می‌کنم فکر می‌کنم یکی از سخت‌ترین راهیه که هر هنرمندی به خصوص یک هنرمند زن میتونه طی کنه برای رسیدن به اون استقلال شخصیش، زبان شخصیش، نگاه شخصیش و هنر شخصیش. پس شما بسیار زیبا این استقلال رو پیدا کردین و به موفقیت رسیدین. سه تا زیباییش هم همین مسیر. سه تا کتاب عشق اکسفوری عشق بازی، یواش های قرمز و تا پلکان موج میزنن میتونین که حتما تشریف ببرین به شیدا محمدی /blog درسته؟ یا .com یا شیدا محمدی آمازون و یا گوگل این اشعار رو و کتاب خواه رو در حقیقت دریافت بکنین. مرسی از اینی که با ما بودید. خیلی ممنون خیلی خوشحال شدیم از آشناییتون. منم به دوستانم مطمئنا لذت بردن از این گفتگو. میتونید اطلاعات بیشتر رو نامشون رو گوگل بکنید و بیشتر در مورد خانم شیدا محمدی بدونید. خیلی لذت بردیم. تا هفته آینده و آرویو و برنامه های متعدد و مهمانان دیگر همتون رو به خدای بزرگ میسپاریم. خانم دکتر زینی روز شبتون خوش.